سلام به شما بینندگان عزیز، منصور سپهبند هستم. مثل همیشه در چنین روز و ساعتی شما رو به تماشای برنامه تاک شو دعوت میکنم. در برنامه این هفته چهره حضور دارد که با هنرش در نقش آفرینی بسیاری از چهره‌های هنری در زمینه خوانندگی بسیار کارساز بوده و هست و انشالله خواهد. چهره‌ای که در زمینه موزیک ویدیو تحولی رو ایجاد کرد و دوربین‌های تلویزیونی که تو چندین سال قبل زندانی دیوارهای استودیو بودن، با ابتکار این شخص به خارج از استودیو در واقع کشانیده شد. این چهره که از جمله بانیان تهیه موزیک ویدیو ویدیوهای مطرح روز هست، آقای کوجی زادوریان هستند که مهمان این هفته برنامه تاکشو هستند، که به ایشون خوش آمد میگم و انشاءالله که حالتون بسیار خوبه. مرسی منصور جان از دعوتتون. خواهش میکنم. در حال افتخار بازدیدنت. خواهش میکنم. یک آدم دنیا دیده و آگاه از مرسی. زندگی و مرسی. شرایط هنری مرسی مردم خارج از کشور در خصوص در لس آنجلس. من به حال علاقه ویژه‌ای رو به کوجی دارم، یه احترام خاصی براش قائلم. واقعا تأثیر گذاشت در موقعیت چهره‌های هنری ما، بسیار اثرساز بود و هست. و خب دیگر دوستان هم دنبال رو یا در واقع در زمینه موزیک ویدیوها فعال هستن، ولی بانی این کار رو در خارج از کشور باید متوجه کجی بدونیم که یک تحول رو همونطور که بهش اشاره کردم ایجاد کرد. کجی جان، الان با توجه به ایام سال نو و ایام کریسمس و نزدیک شدن سال میلادی، کارهای زیادی در دست داری یا اینکه چجوری میخوای اینا رو برسونی؟ واقعا میگم شاید بیشترین فشار کاری تو این 30 سال گذشته همین 30 روز گذشته بوده و اینجوری که بوش میاد یه 3 تا 30 روز هم همین اتفاق خواهد افتاد. خیلی شلوغه. واقعا چجوری کجی با توجه به همین وقت کوتاه میتونی این جواب این عزیزانی که به روی شما حساب میکنن، حساب باز کردن، چگونه شما میتونی جواب این عزیزان رو بدی؟ اولین کردید من اینه که هیچ موقع جواب رو نمیدم و تمام ناراحتن از دست من از نظر دیرکرد کاری. اون که شکی درش نیست هست، ولی تعداد کارایی که میاد بیرون هیچ موقع جوابگوی اون اعتراض کارایی که نیومده نمیتونه جواب شه. همیشه بازنده منم، یعنی به مدت حداقل 20 ساله که کردیت خوبی ندارم تو تحویل ویدیو، ولی به هر حال از نظر تعداد ویدیویی که میدم بیرون غیر قابل رقابته. خب کوچی، خب الان خودت خیلی خوشحالم که بسیار سریع و بیان میکنی که خب تلاش میکنه که به موقع برسونه ولی نمیرسونی. خب نه سوال اینه که خب بعضیا در این رابطه ممکنه درازورده بشن، ولی جالبه که باز دوباره به کجی مراجعه میکنن. این چه زمزیه کجی؟ نمیدونم، شاید کار ملموس تره یه دلیلی، نمیدونم. خودم هیچ موقع فکر نمی کنم که چه کار بکنم که کارم خوب بشه و به هیچ صراطی هم مستقیم نمیشم. همونی که خودم میخوام انجام میدم و داره کار میکنه. ولی خب مثلا فرض کن یکی چهرهایی هستن که فرض بفرمایید یک کنسرتی دارن، همین مثال لاس وگاس بزنیم. خب اینها بخوان یه ویترینی داشته باشن، به هر حال میخوان به صاحب کنسرت اینگونه نشون بدن که آقا اگر تعدادی میان، به هر حال این موزیک ویدیو تاثیر داره که حالا به موقع هم بهش خواهیم پرداخت در زمینه موزیک ویدیو.
خب اون انتظار رو از کجی داره که آقا این ویترین رو به من زودتر برسون؟ حالا کاری نداریم به سال نو میلادی، به طور کلی در کنسرت هایی که برگزار میشه خود خواننده میخواد مطرح باشه، میخواد یک ویترینی داشته باشه، حالا چه مربوط به کنسرت هاش باشه و یا چه مربوط به عروسی ها و غیره. اون به حال اون یه انتظاری دارن که در این رابطه شما کلید رو بزنیم براشون. با اصولا دیگه کسی که خیلی عجله داره صحیح نیست بیاد پیش من. من مثلا حداقل یه 4 هفته 3 هفته. یه تعدادی از خواننده ها فهمیدن که کاری که با من میکنن انتظار 1 هفته رو نداشته باشن. باید حتما، خیلی ها براشون خیلی حذف شده و راحته که این کار مثلا احتمال 4 هفته طول میکشه. کاری که با دیگر کارگردان ها خب خدا را شکر اونا یکم ارگنایزترن، بهتر میتونن خودشون رو جمع و جور کنن، کار رو سر وقت میدن. بله. و خیلی هم قابل تقدیره. بله. مال منم نمیدونم، شاید به خاطر اخلاقم اینا، ولی کسی که بتونه خودشا با من مطابقت بده، وقف کنه، در یک مسیر قرار بگیریم، ممکنه 1 هفته 10 روز 1 ماه حتی 2 ماه طول بکشه، ولی انتظار اگه نداشته باشه به یه نتیجه بهتری میرسیم. تا اینکه کسی که اصولا به همین دلیل من با آگهی کنسرت ها، با کارهایی که توش عجله هست، ناخودآگاه دور میشن و خودشونم نمیان سراغ من، میدونن که احتمالا نمیتونن به موقع. ولی اگه یکم تایم بذارن من یه سیستمی دارم که میگم وقت بزرگترین سرمایه این کار. ما با پول نمیتونیم احساس بسازیم، با آدما، با رابطه ها، هیچ موقع نمیشه اون کاری که انتظار داری برای مردم ملموس باشه به دست بیاری. تنها چیزی اصلی من تایمه، وقته، که اون وقته را باش بازی میکنی. تو همون بازی مثلا یه خواننده، ما خواننده های عاقل و خواننده موفق دیدیم که یک آهنگ رو 6 ماه باش ور میرن، تصمیم رو عوض میکنن، حتی آهنگی که قرار بود 6-8 و رقصی باشه تبدیل به یک آهنگ عاشقانه آروم میشه. بعد تصمیمشون عوض میشه. ارنجمنت یعنی تنظیم آهنگ نقش بزرگی تو آهنگ داره. به نظر من یکی از عاملای اصلی موفقیت یک آهنگ ارنجمنت اون آهنگه، که چه بسا ارنجرهای قوی سالیان سال محبوب خواننده ها میشن. حالا من کجی این توضیح که شما دادید بسیار ممنون، ولی ممکنه برای من تعریف کنی که این بین 4 هفته یا 2 ماهی که بهش اشاره کردی کجا بیشتر وقت شما رو میگیره؟ ادیت، فقط ایدیت. و فقط ادیت. شوتینگ چه؟ من شوتینگ مثل به قول آقای شهریار قنبری به من میگه ببر جنگل. خیلی تو فیلم برداری همه هم میدونن خیلی سریع هم، خیلی زود تو شوتینگ فیلم برداری. آره. چقدر مثلا وقت میبره یک ویدیو؟ 99% کارا 1 یا 2 روز. یک یا دو روز. همون 1 یا 2 روز اوله. و حداقل 2 ماه، بعضی ها 3 ماه، 2 هفته، بعضی ها شده که حتی همون فرداش گرفتن. حالا این ادیتی فرداش؟ آره بوده. اون چی شده که فرتونستن؟ طوری شده که مثلا من فهمیدم 2 نفر با من الان فشار نمیارن، کارشون رو نمیخوان، و اون شخص مثلا با 6 تا آبجو اومده پیش من، به من منو تیز کرده، خامم کرده، اومدم روی فرمی که تنجه حسابی. اینی که شما داری میگی یعنی که هر کی با 6 پک نه، و یه موقع میان میبینن 12 تا 6 پک بوده یا هوا سرده جور شده، شرایط خوب شده. چه چیزی رو گفت؟ یه 6 پک خانم ها عزیزم، هنرمندان گرامی، آبجوی غیر بدون الکل ها، حالا بیاییم مثلا چیزش کنیم. نه به هر حال چند نفر تو کادر شما هستن شما رو یاری میدن؟ یعنی اصولا بستگی داره. همین الان واقعیت چه بخواین 2 نفر 3 نفر ادیتور داریم، 1 نفر کامپوزیتور داریم. دختر اسمشون هم میگم، خانم نیدلی خانیان. بله. کار کامپوزیتینگ و افتر افکتس و اینا میکنن. خانمی به نام سپیده. بله. نوروزی از ایران بودن، خیلی خیلی سپاسگزارم
که این شخص اومده در ادیتینگ های ما خیلی موثره. آقای تومیک از ایران اومدن دارن کار میکنن. دو تا برادر بودن آرگاد و سوان با من کار میکردن. بله. اینا غر کردن رفتن از پیش. غر کردن. نمیتونستن منو تحمل کنن. سخت بود. واقعا تو کار سر کار اخلاقایی دارن بعضیا نمیتونن تحملش کنن. یعنی از چه نظر؟ مثلا فرض کن که کار به موقع تحویل نده. نه اینا ادیتور بودن. ادیتور خیلی خوبی بودن. یکیش رفته در یک تلویزیون خیلی موفقه. یکی از برادرها دیروز باز اومده بود چشم گفت دارم دانشگاه میرم و کالج. خوشحال شدم حداقل در راه بهتری پیش میره تا پیش ما. بعد دوستایی داشتم که چند تا ایشون رفتن دیگه میرن کجی واقعا یه آقای گویک رستمی داریم که موتور تیمه. تمام کارهای پروداکشن و کرین و فیلم برداری ها رو انجام میده. لوکیشن ها چی با خودت یا ایشونه؟ تمام لوکیشن ها با منه. تمام لوکیشن ها با منه. و مدل ها به کیه؟ مدل هام ببینه عوض بشه. باز پسرم رنه بود اونم که دو ساله کاملا جدا شده. چرا؟ خیلی موفقه. اونم نمیتونست منو تحمل کنه ولی رفته خدا را شکر خیلی خیلی از من توی کمپانی کار میکنه. تمام مبلای casco.com و تارگت آگهی های مبلاشو میسازه. باریکالله. بعد با خانم کارداشیان مادرشون کلوی لوما عکس میگیره عکسای و خیلی موفق. خود کیم کارداشیان شما دیدی؟ نه ندیدم. دوباره طلاق گرفت که طلاق گرفت. میدونم که دو سه هفته پیش بوده شایع بود و یه عکسای خیلی آنچنانی انداختن که کی عکسارو پسر دیگه. نه پسرم هرگز ندیده. کیما با خواهرشون مهمانیایی بوده که دعوتش میکنن عکس میگیره و اینا. ولی کار اصلیشون توی یک کمپانی به نام ابیسون خیلی موفق، کمپانی بزرگه که تارگت. اینی که میگی کجی، اینی که داری میگی کجی که اخلاق من خیلی دشواره با من کنار بیام. خیلی خوش اخلاقم تو نه. کار خیلی بد اخلاقم. همینه میخواستم بگم. یعنی من هیچ موقع کجی رو انصافا ندیدم یک اخلاقی. مگه یه موقعی عرض کنم حضورتون جولیده بوده، خسته بوده، کلافه بوده، ولی اخم من روی کجی ندیدم. ولی اینطور که الان داره بیان میکنه مثل که سر کار اصلا یه آدم توتالی، یه آدم دیگه ایه. خب تعمدن نیست، نمیدونم چرا. با خواننده هم همینطوری واقعا؟ یا اینکه نه با اونا نمیتونی؟ از یه عده که حساب میبرم مثلا ناخودآگاه نمیتونم. یا اینقدر آقا و چطور از کی حساب میبری؟ اندی؟ خب خیلی هست مثلا جنوبا حساب نمیبرم. اینقدر احترامشون دارم نمیشه. خب مثلا خودشون باعث شدن که نتونی. مثلا بددهنترینی که میتونم باشم با قیصره. مثلا پا به پا میاد جلو قدره حریفی. خبر داری که گرفتنش؟ آره زنگ زده بود دفتر پیش. خیلی هم خوشحال بود و میگفت چی؟ که خوشحال هم که گرفتن. آره میگفت خیلی برام خوب شده، با اینا دوست شدم. به احترام دارم مجوز انشالله بشه بگیرم و پس دیگه نمیخواد بیاد پیشه. زیاد یا نیاد ولی زیاد مشکل نبود. من فکر میکردم ناراحت بودم براش. به پسرش زنگ زدم ولی خودش زنگ زد با آقای احد. بله. که بازی های قاطب را میکردم. بله. بله بله. باز خیلی خوشحال بودم. خوب بود. گفت مشکل بوده که چرا این کار را کردم اون کار را کردم. یه مقدارش در ارتباط با مطلبی که از قیصر من خوندم یه مقدارش در ارتباط با موزیک ویدیوهاش بود. خودش گفت موزیک ویدیوها و اینایی که ساختم یکم انحرافی بوده، زیاد جالب نبوده. چند تا موزیک ویدیوها رو شما ساختی؟ خوشبختانه همونه که گیر دادن یکی دو تاش زیاد چیز نه. ولی خب انقدر با رفتار خوبی باش داشتن خیلی راضی بود. یعنی بگفته بودن که دیگه نکن اینجوریه تا کارات درست کنیم تو یکی دو هفته پاسپورت. پس بالاخره یه قوانینی کشوریه خب که بله باید رعایت کرد. نه خب اگه قیصر فرض بفرمایید مثل بسیاری از خواننده‌ها هستن اینجا زندگی میکنن. خب اینجا زندگی میکرد ولی الان قیصر اینطوری که در خبرها من خوندم رفته بوده بخواد حتی فیلم بازی کنه. خب در گفت در رفتن آقای پیش آره مسعود که بله در واقع در یک چارچوبی اونجا هست که بر اساس اون چارچوب بعد خب بعدم الان خود حبیب هم شما موزیک ویدیو براش درست کردی؟ بله درست کردم چند تا. اونم گیر دادم به شما. نه الان اونم اتفاقا
حتی بازیگرایی که از ایران اومدن خوانده مشکلی با من نیست، چون کاری نداری وقتی صادقانه تو یه کاری رو داری انجام میدی. ببینی الان خود کشور در داخل کشور اگه تمام مردم تابع قوانین جمهوری اسلامی باشن، پس باید رانندگی هم خوب باشه، زندانی نباشه. هر کشوری مشکلات داخلیشو داره، حالا چه مردمی خارج از کشور که ما باشیم، چه داخل کشور، هر جای دنیا. تو آمریکا هم داریم زندانای اینجا پر آدمه، زندانای انگلستان، زندانای ایران. بالاخره دنیا جای خوبی نیست برای زندگی کردن که مفت راحت زندگی کنی و هیچ پیشم. برای حیوان هم تو خطرن، کبوترام و محیط زیست همه چیز در خطره. زندگی مفتی نمیتونی لذت ببری، باید دردم داره. کجی چند تا الان چند موزیک ویدیو بعد در دست تهیه داری؟ الان با آقای معین یه 3-4 تا ویدیو داریم با داریوش جان که دیروز با داریوش و اندی نوشافرین که امشب، یعنی امشب که امروز 7 صبح تموم شد. بله 7 صبح ایشون ویدیوشون رو برداشتن رفتن. خب بعد سپیده همین الان دارم میرم پیش خانم سپیده ویدیو گرفتیم براش. مهسا هنگامه، خب نمیدونم تا حالا فکر نکنم در این حد 10 تا خواننده زن یک مرتبه هجوم بیارن. جای از تارا چه خبر؟ شنیدم میخواد برگرده. برگرده کجا؟ به کار خوانندگی. تارا مگه رفته بودن؟ تارا ازدواج کرد. تارا ازدواج کرد بچه‌م. ولی یه ویدیو هم گرفته بودیم براش، 2-3 تا خب. یکی دو تاش ادیت کردیم، یکشم فوتیجا رو گرفتن و گفت ببرم نگاه کنم چه دیدم، ادیت کردن و آره خیلی هم خوب بود. یعنی من از دنیا شما... بی خبر فوتیجا کردن به من که کارگردان بودم، اسم منم نوشتن تو ویدیو. و 10 تا اسم دیگه هم هست، هر کی تایتل زده اسمش هست، اسم ادیتورا. و خوشحالم چون من که ولی یادت باشه که تارا هم فکر کنم اونم یه جورایی شاکی بود، ناراضی بود از من، چون این ویدیو رو آقای وارتان آوانیسن هم میگو. به هر حال ما بخواهد که خودمون آروم باشیم و همه حق میدیم، میگیم حق با شماست، خودمون راحت. ولی واقعا میگم حالا بهش خواهیم پرداخت، به اون یه موضوعی هست، یعنی خواننده بسیار شیرین با محبت و خوبیه، ولی نمیدونم یه چرا این ویدیو رو نگفت. نه ولی یکی از موفقیت های حالا بهش میرسیم، موزیک ویدیویی که شما از تارا مطرح کردی، زمینه که خب خودش در خودش یک موجودیتی هست، ولی خب موزیک ویدیوهای شما به هر حال اون ماشین رو پاک کردن و چی اسم اون بود، اسمون آقا بالا سر. آقا بالا سر، آقا بالا سر. این ویدیو باور کن این داستان عجیبی است. فرودگاه آقای وارتان آوانیسیان اومدن گفتن خانم تارا میرسه امروز بل. بعد یه دو تا ویدیو میخواییم بگیریم با شما با شرکت. بعد گفتم باشه و بعد صحبت یه بودیم، تارا فرودگاه رسیده بودن بره. ماشین هم رند کرده بودن، داشتن میومدن برن شرکت ترانه. آقای وارتان گفتم من پیش کجی هم میام بره. بعد گفت من از وانته کجا اومد جلوی در خونه ما. خب بعدم یه دوست داره تو گلندر میکاپ آرتیسته. خوب. شوخی شوخی گفتیم این ماشین که قشنگه، الان هم از ما هم که اینجا روز یک شنبه هوا هم گرم، اون سیکس پک هم بود، من گفتیم بگیریم همینجا. اون ویدیو جلوی در خونه ما شوخی شوخی ولی... گرفته شد. آره نه گرفته شد، نه اول فکر کردن شوخی داریم میگم، ولی گرفتیم و خیلی هم سر و صدا کرد ویدیو، چون یکم انرژی تاراش خیلی خوب بازی کرد. مشکل اصلی این ویدیو این بود که خیلی خوب بازی میکرد، یعنی ماشین رو به نحو احسن شست، اکتش خوب بود. میدونی که مهندس کامپیوتره تارا و خواهرش دنور کار مهندس، و الان هم من شنیدم در آلمان زندگی اون بچه بله. البته شنیدم که خودش گفت، ولی دیگه بچه دار شدن بله. دو تا انشالله که بچه‌هاش خواننده نشن. بچه‌هاش خواننده نشه. من به هر کی میگم میام نفرین کنی بگو الهی که خواننده بشی، اگه بخوای خیلی بزنی به کم بگو الهی که موفق شی، همینجور دنبال اون موفقیت بجنگی از پاره. به خدا این خواننده خیلی زندگی سختی دارن، من به نوبه خودم تسلیت میگم برای تلاششون.
آقای علیرضا خان امروز محبت کردن در کارگردانی برنامه رو به عهده دارن. دوست داریم بدید پی به کارهای شما در این مدتی که با هم گپ داریم. یکی آقای علیرضا خان انتخاب شما چیه برای میخوایم داریوش شما... مقدم تر صد بریم... براو به داریوش، براو به تمام سرا. بازیگری واقعا پر از احساس، آدم فکر کنه یک هنرپیشه سینما در حد رابرت دنیرو. خیلی کجا گرفتی اینو؟ کجا؟ این تو استودیو منه. استودیو شما تمام من. این موزیسین‌ها رو موزیسین‌ها رو بردین. فکر نمی‌کنم این
کار ساده‌ای بوده. معلومه خب تعداد زیاد و نوازنده‌های تقریبا خوبی بودن توی این کار، مخصوصا یک نفرشون خیلی خوب که به بقیه آموزش میداد. هر سازی حتی درامر باشه اون تایکو درام میگن. بله. که دیگه به هر حال به نوازنده خیلی تشکر باید کرد از آقای اصلان حفیظی که منیجر داریوش. بله. خیلی کمک کردن. آقای اصلان هنوز با داریوشون همکاری دارن. بله، همکاری دارن. تمام آرت دایرکشن و تمام کارهای هنری داریوش. بله. را اصلان انجام میدن و خیلی هم مفید و کار. بله، یعنی میبینم که سالیان ساله که آقای داریوش اقبالی با ایشون همکاری داره. معلومه آقای داریوش اقبالی، نه اینکه بخوام بگم، خب با منیجرای زیادی حتی از نزدیکترین فامیلشون هم همکاری کردن، ولی این مثل که آقای اصلان دیگه مخره انتخاب شد. یعنی اصلان بجز منیجمنت که دیگه کار بسیار ساده پیش بیاد در مقابل کارهایی که انجام میدن، کنسرت ها، بله، تمام ویژوال افکت ها، تمام سکرین هایی که مردم اینقدر اکسایتد میشن و خیلی از چیزایی که کانادا هستن، نه؟ ایشون در ونکوور کانادا زندگی، هم لس آنجلس زندگی و هم کانادا. چون خانواده اونجا هستن. بهرحال در هر دو طرف. بسیار خوب، بسیار تبریک میگم. بسیار تبریک میگم. خوبه یک منیجر خوب، یک دوست خوب همیشه در موفقیت یک هنرمند تأثیر داشته. امان از این که فرد بفهمد یک کسی یک کار هنریش هم بکنه و بخواد یک کسی رو محدود بکنه و سانسور بکنه. و این خیلی بده، خیلی بده که من زیاد باش موافق نیستم و اصلا هم دوستش ندارم. و کوچی جان، یه آماری داری تا کنون واقعا، حالا پیاده میگم بچه، حالا من کاری میدارم، چه تعداد تولید شما داشتی؟ من نمیدونم، شاید ده ها بار گفتم. اشکال نداره، ببین ما هر روزم ده ها ستلای ده ها جل باکس میگیرن که ممکن مصاحبه شما رو راست میگن. خب اینم به فکرم نرسیده بود. آخرین باری که مثلا میشد یک سال پیش در حدود 3200. خیلیه. مثلا من دیگه حساب نکردم از پارسال تا الان چقدر کردیم، ولی یه جدول داریم. آها. که نوشته مثلا ویدیوی آقای داریوش بچه های ایران. آها. مثلا بچه های اینا. این مال سال 89. مثلا اونجوری که همین دونه دونه داریم و آمارش داریم. آها. رسیده بود به 3000. آقای من حدود مثلا شاید 500 تا شاید بیشتر ویدیو برای ارامنه گرفتم. اونم اینکلوده؟ آره اونم اینکلوده. مثلا خواننده است مال تاجیکستان. بله. خواننده است مال رومانی. اها. خواننده مال آلبانیا. خواننده گرفتم از مصر. جمعاً 300 400 تام نمیشه تمام این خواننده های بیرون. بله. این اسکان نداره، اسکان نداره. یه منو یه لاک دادم اینجا. کامیر این آیزی که این نوه منه. اون یکی کامیر آری اسپیشی آیزیک. هاو آر یو آیزیک؟ اینم آیزن. ماشاءالله. این یک شنبه ها اینا با من هست. Water go outside. همین چپ رو give you water. Go be careful. Be careful for the boys. اوکی. اوکی. Thank you very much. یکی نوه بزرگتر یک سال بزرگ. ساکته. آره. اون جنتلمن. هر دوشون با هم میدن توی یه مدرسه میدن کجی؟ نه. مدرسه هاشون به خاطر سنشون فرق میکنه. Okay. Okay. No, the one other side. Be careful. Behind the cameras. Okay. اینا من تمام جمعه شب و شنبه و یک شنبه باید 7-8 ساعتی شب مثلا شب اونجا میخوام پیششون. چند تا مجموعه نوه داری؟ سه تا نوه دارم از دخترم. از آره هر دو سال یکی زایده. چرا من اون سالها که کجی در واقع، البته دخترم زمانی که شما بودید دنیا نیومده، از یک سالگی دیگه شاهد. آره. یک زیرزمینی کجی منزلش که توی الان هم همون همونجا زندگی میکنه، ولی اونجا یک استدیو کجی زیرزمین بود. ولی به هر حال یه فامیل بسیار خوبی، اصلا من هر چقدر بگم خانومش چقدر صبور. خب حساب بکنید بچه ها خوابیدن، خانومش خوابیده، قرار سید هنرمند ها این زیرزمین میمانم بارا، ولی به هر حال خانواده بسیار خوبی هم به تبریک میگم. کوچی جان، اکثر عزیزانی که در خلق یک کار در زمینه خوانندگی
نقش آفرین هستن، هر کدومشون به نوعی در موفقیت یک ترانه که مطرح شده خودشونو سهیم میدونن. به طور مثال ترانه سرا در موفقیت اون ترانه نقدشو به یک نوعی، آهنگساز و تنظیم کننده به نوعی، خواننده بیشتر از دیگران خودشو در موفقیت این کار سهیم میدونه. آخه بی کرفول، خدا رو شکر دارن میدن کامپلی بسکتبال. اوکی، به هر حال دوباره چون یه مقداری ممکنه ذهنت متمرکز نبود دوباره تکرار میکنم، گفتم در ارتباط با یک ترانه هر کدوم نقشی داره که به همون نسبت یک ویدیو میتونه همون اثری که مطرح شده درش موفقیت بیشتری رو نقش آفرین باشه و یا میتونه مخرب باشه. شما اینو باور دارید یا اینکه نه؟ یعنی در یک موزیک ویدیو تا چه اندازه میتونه یک موزیک ویدیوی خوب برای یک آهنگ بد، یا بعد اصلا اسم نیاریم، برای یک آهنگی که متوسطه میتونه مثل ادویل، مثل بعضی از داروهایی که فقط شفا میده به درد نمیخوره، کمک نمیکنه به درد، میتونه یک مدت کوتاهی یک ماه دو ماه بستگی به انرژی و توان اون تلویزیون ها داره چقدر فشار میاد، بعد از اون تموم میشه. حتی ویدیو خوب، همه چیز بستگی به یک آهنگ خوب داره. ولی خطری که وجود داره، یک آهنگ خوب میتونه با یک ویدیو بد نابود بشه. یعنی این خطر. ولی یک آهنگ خوب اگه هم ویدیو ساخته نشه تا ابد خوب میمونه. من آماری که خودم برای خودم فهمیدم، آهنگای موفقی که در ایران خواننده‌هایی که ویدیو نساختن ده ها برابر موفق تر از اونایی که ویدیو ساختن. یعنی الان خواننده‌های مطرح و آهنگای مطرح ایران بدون ویدیوه. چه بسا اگه ویدیو ساخت. و من خودم چون کارمه موشکافانه کنجکاوم نگاه میکنم، میبینم یک آهنگی که نسبتا خوبه و شاید هیته، به خاطر کار بازیگری بد، لباس بد، کارگردانی بد، اون آهنگ اصلا نابودم داره میشه. ویدیو که اصلا معقول نیست، یعنی اصلا مغایرتی با اون کار نداره، اصلا آهنگو خرابم میکنه. یعنی مثل غذایی میمونه که بیش از اندازه بهش فلفل زدن، دیگه نمیشه خورد. بهترین گوشت دنیا، بهترین ماهی دنیا، اگه اندازه نمک و نمیدونم فلفل یعنی نباشه، باز قابل خوردن نیست. بعضی موقع یک آهنگ خوب به خاطر یک ویدیوی بد میتونه اصلا قابل دیدن نباشه. حالا شما به عنوان یک تهیه کننده یک موزیک ویدیو، به عنوان یک کارگردان و در بعضی مواقع ترانه سرا، بعضی مواقع آهنگساز، خودتو در این جایگاه در کجا میدونی؟ آهنگساز، ترانه سرا، خواننده، تنظیم کننده، هر کدوم اینا خودشون برای خودشون میگن ما نقش آفرین هستیم در موفقیت اونا. شما به عنوان یک کسی که 3000 خورده ای موزیک ویدیو تهیه و تولید کردی، خودتو در این زمینه در کجا میبینی؟ در چه شرایطی میبینی؟ من به هیچ وجه خودم رو نه ترانه سرا نه آهنگساز، ولی به عنوان کسی که علاقه داره، گاه گداری یه حرفی که تو دلشه و میدونه میتونه مثمر ثمر باشه، این بچه رو بفرستم دیگه. برنامه خودمونی دوتا رفیق ایم از مردم رو واقعا میبخشید، ایرانی هستیم، همه چیز قابل قبوله. فقط به خاطر اینکه حس میکنم اون کارو یه جوری بگم دیگه، وقت نیست که برم با یک ترانه سرا، تجربی این کارو یاد گرفتم و به صورت با امریکایی میگم پرکتیکلی، فیزیکلی، با پوست و استخونم فهمیدم چه کلماتی میتونه تاثیرگذار باشه. بله. کجای شعر باید، مثلا یک ترانه اگه شروع میشه باید اون به اصطلاح
آمریکایی میگن once upon a time، یکی بود یکی ده بود. بله. اون بسم الله اون آهنگ باید چجوری شروع کنی که مردم رو ببری تو فضای اون آهنگ و نتیجه گیری آهنگ باید همون کورس باشه، یعنی ترجیبند آهنگ. یه حرفای اول آهنگ میزنی، وقتی به ترجیبند آهنگ میرسی باید اون حرفای قبل به نتیجه برسه و الا میشه داستان بیخاصیت. آیا شده شده بعضی از عزیزان ما، خوانندگان ما، در موقعی که یک ترانه رو میخوان از یک ترانه سرا بگیرن، اصلا آماده باشن پیش شما پیش از اینکه اصلا کلید هر چیزی زده باشه، آیا اومدن شما میگن که آیا اینو شما نظر چیه، کجی فکر میکنی این شروع و این ادبیات و این کلمات میتونه در موفقیت، یا اینکه نه اصلا بعد تو سابقه نداشته؟ کاملا این اعتقاد دارم که مثل خونه‌ای که داری میسازی، اگه این خونه رو دانه‌های شن بسازی کنار دریا با بهترین کانکریت و تیر بزنی، یک موج اینو به هم میزنه. این خونه باید بیسش درست باشه. و چون ما ایرانی‌ها محکوم به ادبیات فارسی هستیم، لااقل هزار سال سابقه استواندار داریم، ترانه باید چیز اصلی یک آهنگ باشه. یعنی شعر باید کاملا سفت و چفت باشه و باید بسیار منطقی باشه، حرفایی که توش مصرف میشه. حتی آهنگی که میخوای راجع به بندر بخونی، حتی آهنگی که پر از شادیه، حتی برای عروس داماد، آهنگی پر از غم و عشق، باید یک منطق، یک فلسفه کاری تو اون آهنگ باشه. و الا قافیه بندی و بازی قافیه ها باشه و قافیه سرایی باشه و یه سری حرفای اسلنک روز که متداول، حالا میخواد اون باشه بی بی خانوم یا فاتی نمیدونم چی چی یا اون یکی، اون نمیتونه محور اصلی کار باشه. کجی جان، به نظر من پسرت رنه به خاطر اینکه رفت دنبال کار پدر ولی در یک زاویه دیگه ای رفت و بسیار تستش خیلی خوب بود، تستش خیلی رنه خوب بود و رفت و حال شما هم کمکش کردی، حتی به اصطلاح براش حقوق تعیین میکرد کجی. حالا اگر دوتا نواهات بخوان این کار دنبال کنن، تو کمکشو میکنی یا اینکه نه؟ کمک، این منظور از کمک یعنی؟ نه منظورم آیا دوست داری نه دوست داری بیان در این کمک، منظورم از نظر فکری و اینکه تشویقشون میکنی که بیان در این کار یا نه؟ اصولا من اعتقاد دارم هر کسی هر کاری رو اگه انجام میده، اگه اون کار عاشقانه دوست داره، تا آخر عمرش کار نمیکنه، در عشق می‌ورزه. یعنی ببین اگه از اون طرف دیگه هم در نظر داشته باشیم، اگر کار هست من میگم، من پیشنهاد میکنم اگه میتونی وکیل نشه، چون تمام با درد و غم مردم باید شریک باشی. هیچ وکیلی نمیره یه کیس شادمانی را. خب ازش پول خوبیه، خیلی هم خوب میدونم، ولی اگه انسان خوبه، یعنی 90% یک وکیل میفهمه من چی میگم. زندگی بسیار سختی را دارن. چون اینا وقتی کیس یک نکن بابا بزرگ کار کرده، بعدا برو شب تو خونه نمی بیا این آیوان آری پلیز خیلی باحاله، خوشم بیا. یعنی واقعا اگر اینو بیان تو زمینه، اصلا میذاریم ریالیتی شو امروز و مردم کارداشیان ها گرونترین شو امریکا کارداشیانه که دشویی هم میرن دیگه فیلم میگیرن و بسیار هم گرونترین آگهی دنیا الان دوست کارداشیان. امروز رو بذاریم ریالیتی شو بپذیریم. واقعا کجی، یعنی واقعا تشویقشون میکنی بیان توی کار یا نه؟ 100%. نه تشویق میکنم که کار خوبیه توش پول خابیده، مگه دوست دارن، مگه اینا دوست دارن فوتبالیست بشن، بذار بشن. مثلا آقای مسی وقتی فوتبال بازی میکنه 100 میلیون میگیره، لذت هم میبره، یعنی در واقع داره زندگی میکنه، کار نمیکنه. هر کاری شما انجام بدین، حتی یه سافتور کامپیوتر خلق کنین که تمام دنیا با اون سافتور بتونن مثلا به زبان فارسی تکست کنن، لذت میبره، هر چی میخواد باشه. کاری که انجام میدی، دکتر هم باشی، هر کار، اگه لذت ببری، یعنی داری زندگی میکنی و کار نمیکنی. بسیار عالی.
کجی جان میخوایم بریم به یک موزیک ویدیو نگاهی داشته باشیم، بعد با اجازت میریم به آگهی ها، برمیگردیم صحبتونو با کجی عزیز ادامه میدیم. آگهی ما را میادمون باشه پاش کنیم. تو قهر از پشت آوار همه چراغای قرمز شهر، دل و پس فرشته هام، فرشته های کوچولو که رویاهاشون گم میشه تو مرز بغض و آرزو، تاریکی تقدیرشون خط میکشه رو خندشون، فرشته های کوچولو شب میگذره فردا میشه دنیای روزی شبیه رویاهای شما میشه، فرشته ها چلو زندگی صد تا رنگ داره، همیشه چرخ روزگار بازی های قشنگ داره، بازی های قشنگ داره، بازی های قشنگ داره.